نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند مهر و خداوند ما خداوند روزیده رهنما عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما متعلمین و شاگردای عزیز سنف نهم من محمد علی نجفی استاد دری در جلسه اول در خدمت شما عزیزان خواهم بود عزیزان قن موضوعات قابل تر در جلسه اول در قالب دو قسم است بخش اول یک شعر می از نویسنده و شاعر معاصر خودمان جناب احمد یاسین فرخاری در واقع برای شما قرائت خواهیم کرد و در بخش دوم در مورد انواع جمله در حوزه دستور زبان با شما خواهیم بود عزیزان قند به مکتب هادی خوش آمدید خب شاگردای عزیز و متعلمین گرامی بخش اول ما یک قسمتی در واقع از اشعار شاعر معاصر دوره ماست اشان کسی نیست جز احمد یاسین فرخاری فرخار یکی از مناطق ولایت تخار است دوستان که جناب احمد یاسین در سال 1340 هجری شمسی در این ولایت در دنیا آمده است ایشان نزدیک در 16 سال به عنوان استاد در پانتون کابل و سایر پانتونهای موجود در کشور عزیزمان افغانستان تدریس نمودند. آزار بسیار متعدد و متنوع در حوزه نظم و در حوزه نصر از ایشان انتشار یافته است. درسی که دوستان میخواییم برای شما قرائت کنیم در واقع قسمتی از اشعار ایشان تحت عنوان حمد است. خب میخوایم در مورد هم در واقع یک مقداری بخوانیم و برای شما معنا سازیم خب بخش اول هم دستوستان در مورد هم میخواییم برای شما شعر را بخوانیم و معنا کنیم به نام سخنپرور با هنر جهاندار نیکوفر نامور خداوند دستور و نام و زبان فرفزای آین دانشوران خدایی که سوگند برخامه کرد به خواندن بفرمود و هم نامه کرد از او یاف اندیش پیداییش خرد پوی کاری روان پاییش نوازشگر و دادگر رهنمای توان بخش و یکتای دانش فضای خدایی که در خرگه آسمان زمین آفرید و مه و کهکشان به بالای ایوان نگارین سپر بگیتی برینش درخشند مهر کنار ره شیری کهکشان هزاران ابر اختر آتش فشان خدایی که آراست گردون پیر به بهرام و ناهید و کیوان و تیر هم بیم و امید از آن اوی روان و تن ما به فرمان اوی شود خون خامه اگر آب و رود به پایان نیاید نوشتش درود سپاس و ستایش ورا در خور است که او خسرو و یار و داور است بله این شعری که خانیم از جناب احمد یاسین فرخاری نگاه کنید دوستان می آییم وارد حوزه معنا شویم همانطور که می بینید قبل از معنا در اسلاید بعدی یک مراجعه میکنیم و کلماتی که تحت عنوان کلمات سخت و دشوار ای اشعار است را یک بار مرور میکنیم نیکوفد به معنای خوب و نیکوس فرفزای افزایش دهنده شعن و شوکت است آین به معنای راه و روش است پویکاری حرکت با سرعت پایش به معنای ماندگاری است خرگه خرگه که در واقع گفتیم دوستان خرگه آسمان خرگه به معنای خیمه بزرگ را ابر ابرو اختر یا همو ابر اختری که در واقع آمده بود تحت عنوان ستاره بزرگ می شود از او یاد کرد ناهید سیاره زهره کیوان سیاره مشتری و بهرام سیاره مریخ را گویم آین راه و روش است خون خامه خون خامه دوستان خون خامه یک ترکیب است یک ترکیب در واقع وصفی خون خامه به معنای رنگ قلم است و در انتها داور که در واقع ما گفتیم داور نیز بعضی ذکر کردن به معنای حاکم است حال به این وارد اسلاید قبلی می شویم و ببینیم که دوستان در واقع چگونه معنا کنیم به نام سخنپرور با هنر جهاندار نیکوفر نامور به نام خداوندی که سخن به واسطه هنر سخنوری از او کلام یافت جهانداری که در واقع تمام نیکوی شهرت او به واسطه سخنوری اوست خداوند دستور و نام و زبان فرفزای آین دانشوران خداوندی که تمامی دستورها، تمامی نامها، تمامی زبانها به واسطه اوست افزایش رسم و رسوم دانشوران ای که دانشوران روز به روز رسم و رسوم دانشوری و سخن سرایی را بیشتر می کنند به واسطه فر خداوندی است به معنای افزایش دهنده خدای است خدایی که سوگند بر خامه کرد به خواندن بفرمود و هم نامه کرد خداوندی که خامه به معنای قلم است دوستان خدایی که به قلم سوگن میخورد عهد میبندد و پیمان میبندد در آیه قرآن میخوانیم که نون و قلم و ما سرون، خداوند به قلم در واقع سوگن خورده است به خواندن بفرمود هم نامه کرد خداوند به واسطه همه قلم شروع کرد به خواندن و سپس و نوشتن را ایجاد کرد از او یافت اندیشه پیدایش خرد پوی کاری روان پاییش اندیشه و فکر به واسطه خداوند ظاهر شد و خرد و عقل به واسطه خداوند حرکت کرد و حرکت را آموخت نوازشگر و دادگر رهنمای توانبخش و, توان و یکتای دانش فضایی خداوندی که هم محبت می کند هم عدالت می ورزد, هم هدایت می کند و در واقع دانش به واسطه ایشان است که فر و افسایش پیدا می کند خدایی که در خرگه آسمان زمین آفرید و مه و کهکشان خدا خرگه دوستان گفتیم خرگه به معنای چی بود به معنای خیمه بزرگ خداوندی که بر بالای سر ما خیمه بزرگی به نام آسمان را قرار داده است و در بر و در بر ای در واقع خیمه بزرگ خی خرگه بزرگ چه چی چیز قرار داده است دوستان زمین و ماه و کهکشانهای مختلف را به بالای ایوان نگارین سپر به گیتی برینش درخشنده مر خدایی که بر بالای این زمین چه قرار داده است بر بالای سپر را رنگارنگ خلق کرده است چه سپری سپر به معنای آسمان است خب به گیتی گیتی به معنای چیزسان گیتی به معنای جهان است که در جهان در واقع یک مهر درخشنده را خلق کرده مهر درخشنده همون خورشید تابان آسمان است کنار ره شیری کهکشان هزاران ابر اختر آتش بشان. خداوند کهکشان راه شیری را خلق کرده و در بر ای کهکشان راه شیری دو هزاران هزار اختر و ستاره های فروزنده و درخشان را به وجود آورده است خدایی که آراست گردون پیر به بهرام و ناهید و کیوان و تیر خداوندی که در واقع ای روزگار این چرخ فلک را خلق کرده گردون به معنای روزگار دوستان این گردون را خلق کرده است و در او سیارات مختلفی از جمله سیاره مریخ سیاره مشتری سیاره زهره را خلق کرده است و قرار داده است هم بیم و امید از آن اوی روان و تن ما به فرمان اوی تمامی ترس ها تمامی امید ها تمامی امیدواری ها از آن خداوند است همانطور که چی همانطور که هم روان ما روح ما و هم جسم ما تحت فرمان خداوند تبارک و تعالی است شود خون خامه اگر آب به پایان نیاید نوشتش درود اگر تمامی آب آبرود دوستان آب آورود آب یک منطقه یک رودخانه است اگر تمامی آب آورود چه شود دوستان جوهر شود باز هم نمیتواند برای خداوند درود بفرستد و شکر نعمت‌های خداوند را کند سپاس و ستایش ورا در خور است که او خسرو و یار و داور است سپاس و ستایش و هم تنها و تنها شایسته خداوند تبارک و تعالی است چرا زیرا او هم پادشاه است هم یار و مددکار است و هم حاکم است کلمه در واقع در خور به معنای شایسته بودن شایسته و لایق بودن است کلمه خسرو به معنای پادشاه است یا به معنای مدد است و کلمه داور که در کلمات اسلاید بعدی برای شما ترجمه کردیم به معنای حاکم است دوستان و متعلمین عزیز و گرانقدر میرسیم در بخش دویم تحت عنوان دستور زبان دستور زبان یکی از بخش های بسیار عمده و مهم در حوزه ادبیات دریز که دوستان باید و باید حتما توجه ویژه داشته باشند و فکرشان به این قسمت بیش از سایر اقسام باشد در بخش دوم در مورد کلمه نه می صحبت کنیم میدونیم دوستان در حوزه کلماتی که همواره تکرار می شود دو کلم بسیار پرکاربرد است یک کلمه صرف است و یک کلمه نحو است چطور می تواند دو کلمه بسیار مهم باشد دوستان می گویم که کلمه صرف او علمی است که می پردازد در مورد چگونگی ساختن یک کلمه یک کلمه چطور ساخته می شود در حوزه علم صرف بررسی میکنیم در حوزه علم نفس چه میگوییم علم نه میگیم علم روش جمله بندی و ترکیب کلمات است وقتی میخوایم شما یک کلمه را بسازید و در داخل یگان جمله خاص قرار دهید در مرز و حدود سقوره که کدوم علم حرکت میکنید دوستان در حدود و مرز علم نفر حرکت میکنید خب موضوع علم نف چه میشد با این تفاسیر با این گفتگوها میگوییم موضوع علم نف جمله و کلام است یعنی مجموعی از کلمات کنار همدیگر قرار گرفته یک جمله را تشکیل داده و این جمله میتواند موضوع علم نف باشد خب حال جمله چیست جمله را تعریف میکنیم و میگوییم که جمله چگونگی ترکیب کلمه ها با یک دیگر و بیان احکام یا مقصود در مورد کسی یا چیزی پس جمله چیست؟ جمله نحوی ترکیب یافتن کلمات در کنار همدیگر است که باعث به وجود آمدن و شکل دادن یک ساختار میشد عالی ساختار چرا به وجود آمده است؟ چون میخواهد یک مقصودی را یک حکمی را در مورد یک کسی یا در مورد یک چیزی دوستان توضیحاتی ارائه کند حالی در مورد اسلاید بعدی وارد می شویم و می بینیم که ما دو نوع جمله داریم جمله ها دو قسم هستند یا جمله اسمی هستند و یا جملات جمله های فعلی هستند که می خواهیم در مورد هر یک توضیحات خدمت دوستان ارائه کنیم و بگوییم که این جملات فعلی و اسمی چه نوعی هستند جمله اول جمله فعلی است که در تعریف این نوع جمله آمده است جمله است که مرکب از فعل و فاعل و مفعول است یعنی ساختار جمله فعلی دوستان سه قسم است این کلماتی که در داخل جمله وجود دارد جمله فعلی یا یا چی سال یا فعل است یا فاعل است و یا هم در واقع مفعول است <applause> این میشه از سه در واقع جزء اصلی جملات فعلی مثال میاریم مثال چی میگوید میگوید یک شب تعمل ایام گذشته میکردم یک جمله چی سال یک جمله فعلی است یک شب تعمل ایام گذشته می کردم خب اینجا ما فایل من کدام کلمه است دوستان؟ اینجا فاعل جمله ما محصوف است کیست و او زمیر زمیر من است چه کسی تعمل ایام گذشته میکرده است؟ من خب یک شب تعمل ایام گذشته را را نشانه مفعول کدام حرف دوستان نشانه مخصوص اسم مفعول همیشه راست در جواب چه کسی و چه چیزی می آید خب چیکار میکردی؟ کردی؟ ایام گذشته را پس میشد تعمل ایام گذشته میشد مفعول ما میکردم بشود فعل جمله ما بر عمر تلف کرده افسوس میخوردم این او در واقع میشود باز هم یک جمله فعلیه که در واقع ساختار جمله فعلیه رو دارد یکان نکته دوستان در جمله فعلیه در جمله فعلیه یا جمله فعلی فعل اسنادی اس اص و فعل تاکیدی هست وجود ندارد ما دو فعل داریم یکی فعل اس و یکی فعل هست این دو فعل فعل های اسنادی هستند دوستان این دو نوع فعل اسنادی هستند که هرگز در داخل جمله های فعلی قرار نمیگیرند و مختص فقط و فقط مختص کدام جمله است دوستان احسن فقط و فقط مختص جملاتی هستند که تحت عنوان چی میگوییم جمله های اسمی از یاد میکنیم خب جمله اسمی چیست دوستان میگوییم جمله اسمی آن جمله است که از مسند مسند الیه و رابطه تشکیل شده است پس چی شد دوستان جمله اسمی به او جمله میگویند که از سه قسم است در جمله فعلی ما چی داشتیم فاعل داشتیم مفعول داشتیم و فعل داشتیم ولی در داخل جمله اسمی ما سه قسم دیگر داریم میگویم مسند هست مسند علی هست و رابطه هست خب مثال میاریم چه مثال میگوییم میگوییم که مولانا مصنف کتاب مصنوی معنوی است یک جمله است خب اجزای جمله اسمی را میخوایم مشخص کنیم مولانا نقشش چیست مولانا میشود مسند الی مصنف کتاب مصنوی معنوی نقشه چه میشود؟ میشود مصند حالا مولانا و مصنف کتاب مصنوی معنوی چگونه ارتباط با هم برقرار میکند؟ از طریق فعل اسنادی فعل اسنادیش کدام است؟ فل است فل است در واقع میشود رابطه ما در داخل این جمله خواجه عبدالله انصاری در گازرگاه حرات مدفون است خب چه میشود؟ خاج عبدالله انصاری میشود مسندون الی گازر در گازرگاه هرات میشود مسند جمله ما و در واقع مدفون هست میشود چی؟ میشود رابطه ما که در واقع همون نقش چی را داشت دوستان؟ نقش فعل در جمله های فعلیه را داشت این میشود از دو قسم انواع جمله یا جمله در واقع اسمی شد دوستان و یا هم جمله جمله فعلی شد خب دوستای عزیز در آخر جلسه نزدیک می شویم. برای کار خانگی شما یک تمرین آورده ایم یک پرسش آورده ایم انشاءالله شما انجام بدهید و برای ما در جلسه بعدی بیاورید خب این سوال چیست؟ این کار خانگی چیست؟ میگوییم برای جمله های اسمی و جمله های فعلی هر کدام دو مثال بیاورید پس جمله چی دوستان؟ یا جمله اسمی است یا جمله فعلی است حالا این جمله اسمی و فعلی را هر کدام دو مثال برایش بیاور تا برای شما موضوع مبرهن و واضح و آشکار شود تمرین ممارست و تکرار تنها راه انتقال خوب یگان مطلب است دوستان حتما 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 این تمرین و ممارست پیشه رایتان شود اگر میخواهید در حوزه ادبیات دری یک مطلب سالها و سالها در ذهن شما بماند تنها راهش تمرین و ممارست و تکرار است انشالله که موفقیت و کامیابی شما عزیزان را در همه مراحل زندگی ببینیم و از خداوند تبارک و تعالی ام را خواست داریم مانده نباشید عزیزان قند تا جلسه بعدی شما عزیزان را به خداوند پاک مستبارم الله نگهدار شما